بنام خدا سلام بر شبتون بخیر. امروز سه شنبه نهم جوزه 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 30 می 2017 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، اظهارات تازه کمیته نظامی سنای امریکا در مورد افغانستان، سیاست اداره باراک اوباما این بود که ما بازنده نشویم و همین امر باعث شد که امروز سربازان افغانستان به طور قابل ملاحظه‌ای تلفات دارند. متهم شدن شهرداری خوست با گرفتن 30,000 دلار رشوه. ایجا بیازار دلار اتانو من یو لگ برکوالی بیازار برکی پل ورطا دانس را دیتا که سواریس دا چی من ایک بند اکرا اب بند اکرا ویستو آمر نچالی گئی سیزار چی گیدام آشهرم کری و ده ها قربانی در حمله انتحاری عراق. پاکستان از بهر کاهش نفوذ هند در افغانستان گروه‌های هراس افغان را حمایت می‌کند. رئیس دفاعی استخبارات ارتش آمریکا با بیان این مطلب می‌گوید تا هنگامی که افغانستان با هند روابط نزدیک داشته باشد، صلح و امنیت در این کشور تامین نخواهد شد. در همین حال نخست وزیران هند و آلمان بر گفتگوهای صلح با رهبران افغان تاکید می‌ورزند. قیام نوری گزارش می‌دهد. وجود لانه‌های امن هراس افغانان در پاکستان، نگرانی پاکستان از حضور هند در افغانستان و دریافت راه‌های فشار بر پاکستان. گروه های هراس افغان ابزار برای سیاست خارجی پاکستان. این بار مقام های بلندپایه نظامی امریکا نیز به این حقیقت اعتراف می کنند. جنرال وینسنت استوارت رئیس استخبارات دفاعی ارتش امریکا به مجلس سنا این کشور گفته که پاکستان با استفاده از سازمان های هراس افغانی در پی کاهش نفوذ هند در افغانستان است. پاکستانی ها تمام مشکلات امنیتیشان را از دوربین تهدیدهای هند بر ضد این کشور می‌بینند. از همین رو آنان سازمان های تجارتی را در ادارهشان گرفتند که اگر افغانستان به هند نزدیک شود دیگر امنیت در این کشور وجود نخواهد داشت. با این حال دان کوتس رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا تاکید دارد که در راهبرد تازه آمریکا در افغانستان مسئله لانه های هراس افغانان در پاکستان نیز باید در نظر گرفته شود. من فکر میکنم ارزیابی چگونگی همکاری ما با پاکستان که گروه های هراس افغان را پناهگاه میدهد در ترسیم راهبرد تازه در افغانستان بسیار مهم خواهد بود، زیرا این وضعیت خیلی نگران کننده است، چون این گروه ها سربازان ما را نیز در افغانستان آماج قرار خواهد داد. همزمان با این نخست وزیر هند در دیدار با نخست وزیر آلمان از تلاش های حکومت افغانستان برای تامین صلح در کشور ستایش می کند. این نخست وزیران همچنان از گفتگوهای صلح بر رهبری افغان ها پشتیبانی می کنند. آلمان در پی درخواست آمریکا برای افزایش سربازان گفته است که کشورش علاقمند افزایش سربازان در کشور نیست. آلمان هم اکنون 850 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر در بخش های شمال افغانستان جابجا هستند. بر بنیاد گزارش روزنامه نیویورک تایمز، طالبان صدها عالم دین را به خاطر حفظ مشروعیتشان کشتند. بر بنیاد یافته های این روزنامه، طالبان به خاطر جلوگیری از انتقاد و زیر پرسش بردن مشروعیتشان از سوی عالمان دین، آنان را ترور می کنند. در همین حال شماره از عالمان دین می گویند اگر در راه گفتن حق کشته هم شوند از آن دست بردار نیستند. وزارت داخله کشور خود را مکلف و تامین امنیت جانی عالمان دین می داند. سمیرا زعفری این گزارش را مدست ساخته. در گزارش تازه کسوی نشریه امریکایی نیویورک تایمز به نشر رسیده آمده است که آلمان دین سوی طالبان در برابر نامشروع خواندن عمل کرده آنان ترور می شوند. اما شماره از آلمان دین در کشور می گویند از گفتن حقیقت اتا به ارزش جانشان چشم پوشی نمی کنند. آنچه وظیفه علما هست این است که در هر مقطع زمانی در هر حالت حق میگن و از گفتن حق هیچگاه چشم پوشی نمی کنند، ولی در این عرصه دولت مسئولیت جدی دارد که امنیت علما را، امنیت عموم مردم را باید تامین بکند. وزارت داخله بر تلاشهایش در حفظ امنیت جانی عالمان دین کشور سخن می گوید. صحبت هایی که در یه آخر ما با شورای علمای افغانستان داشتیم، از اینا درخواست کردیم که در هر جایی و بر هر مسئولشان تحریدی متوجه شده یک ما شریک بکنیم.
و هر دو نیاز باشه که برای اینا تدابیر امنیتی داشته باشه و یکی که افراد برای تامین امنیتشون استخدام بکنیم آماده هستیم. این در حال است که چند پیش یکی از عالمان دین در ولایت پروان از سوی افراد ناشناخته در مسجد کشته شد. مالکان یک مندبی سبزی فروشی در ولایت خوست می گویند که برای گرفتن جواز این بازار سه کارمند شهرداری از آنان $30,000 رشوه گرفته است و اما اکنون برایشان اجازه کار داده نمی شود. ولی شهردار خوست می گوید که این افراد با گونه غیرقانونی کار را آغاز کرده بودند و همچنان اتهام فساد به کارمندان این اداره را رد می کند. این دکان‌های ویرانه پیش از این مارکت سبزی فروشی بود که به تازگی اعمار شده بود، اما اکنون شهرداری خوست این مارکت سبزی را تخریب کرده و به مالکان آن اجازه کار نمی‌دهد. دکانداران در این مارکت می‌گویند که جواز قانونی شهرداری خوست را در دست دارند، اما شهردار با استفاده از زور و صلاحیت دکان‌های این مارکت را تخریب کرده است. به گفته آنان برای اعمار این مارکت $30,000 رشوت دادند، اما شخص دیگری برای اعمار مارکت دیگر سبزی $70,000 به شهرداری داده تا این مارکت تخریب شود. کلماتی ورز دای ابجکت شو دانه ربل چکم ما دا کی بد ای غاب یازر ڈالر تو نو مے یول اکبر کولے غاب یازر ور کے پل ورتا دانس وغ دتا کی سوارس دا چمون ای بوند کڑا ا بوند کا وستو امر نہ چلے گئی سی زار چگی دا ماشا دا کری دا میتا مفتا کنا دا رو کڑا شو پدین دی مخ کولے خرچا کڑی دو دے شروال خپل کسون دی خپل کسون دی ایگے نیک تا چاچ دا امر دا کیسا مختر تا بولید اگه تا میک پیسه ور کردی دا تقریبا $300 دی. آنان همچنان میگویند که برایشان اجازه داده نمی شود تا به شهرداری داخل شوند و مشکلشان را با شهردار از نزدیک مطرح کنند. به گفته آنان چند روز پیش محافظان شهردار خوست آنان را لتکوب نیز کردند. ما تا ازیاره وکلی ازیاره نباد درهی چلویر بودی گتونی پا مصر رغلال پا شروالهی که زی پا دانو منا پا تیپک والایم مصر ریپای واری پایما ورکشوی شروالهی که شروال سرادی بودی گتونه داد شروالهی نا لودل وطی خول. اما شهردار خوست این اتهامات را رد کرده می افزاید که برای این افراد جواز موقت برای اعمار دکان داده بودند، اما این افراد به گونه غیر قانونی کار را شروع کرده و به همین دلیل این دکان ها تخریب شده است. دی خلق ته عملن په صحه کې تردید ما اجازه نه ور کړی دی په خپل سره تکار شروع کړی دا دی احکام عریضه دی سبزی منډه نه ده په هیڅ صورت تاسو کولای شئ چې اسناد نږدې نه وګورئ. شهردار خوست گرفتن پول از سوی کارمندان شهرداری را رد می کند، اما می گوید اگر اسنادی در این مورد وجود داشته باشد و ای حاضر است تا افراد متهم را به دادستانی معرفی کند. دوباره خوش آمدید و توجه کنید به چند خبر کوتاه از خارج کشور. در اثر دو انفجار انتحاری در بغداد پایتخت عراق دست کم 23 تن کشته شده و 80 تن دیگر زخم برداشتند. گفته شده که انفجار اول در نزدیکی یک دکان آیسکریم فروشی در منطقه کارادا رخ داد و به دنبال آن یک بمب دیگر در منطقه کارخ رخ داد. این سلسله انفجارها در مناطقی رخ داده که خانواده ها برای سپری کردن شبهای رمضان با آنجا می روند. گروه داعش با پخش خبرنامه مسئولیت هر دو انفجار را بر عهده گرفته است. در ماه جولای سال گذشته نیز 324 تن در اثر یک انفجار نیرومند در منطقه کارادا کشته شدند. نرندرا مودی نخست وزیر هند برای انجام دیدار رسمی با مقام‌های آلمانی وارد برلین شد. گفته شده که موضوعات محوری این دیدارها روی همکاری در عرصه‌های اقتصاد، دانش، فناوری و سیاست‌های اقلیمی بین دو کشور خواهد بود. مقام‌های آلمانی گفتند که نخست وزیر هند وعده سپرده که به معاهده اقلیمی پاریس پابند خواهند بود. مایک دابکی مدیر ارتباطات کاخ سفید از سمتش کنارگیری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه ماه پیش آقای دابکی را به این سمت منصوب کرد. هدف از انتصاب وی بازسازی و بهبود نحوه ارتباط رسانه‌ای کاخ سفید عنوان شده بود. گفته شده که علت کنارگیری وی عدم رضایت دونالد ترامپ از برنامه‌های رسانه‌ای کاخ سفید می باشد. اکنون هم خبر اقتصادی.
فساد اداری در کشور پس از امنیت چالش بزرگ روبروی رشد اقتصاد افغانستان است. وزیر اقتصاد با ابراز این مطلب میگوید برای مبارزه با فساد کارشیوه جدید را روی دست دارند. این مقام حکومت همچنان میگوید به اساس این کارشیوه تمام نهادهای غیر دولتی حسابهای مالیشان را گزارش خواهند داد. وزارت اقتصاد از کارشیوه جدید برای مبارزه با فساد خبر میدهد. وزیر اقتصاد میگوید در حال حاضر حدود 2000 نهاد غیر دولتی در کشور فعالیت دارند، اما حسابدهی درست از مصارف مالیشان ندارند. سکال دغوی مصرف د سلور نیون دیر زیاد دی. نو دا اول زل دی چه مون ولستا او حکومت تا دا پداغه کهو چه مؤسسات سمر پیسی مصرف کری دی، پا کم ساحاتو که پا کم سکتورونو که دا پیسی مصرف شوی دی او دا دغا پیسو مصرف تأثیرات سی دی. رو دا عمل زده شی افغانستان وزارت اقتصاد دا کار کوی دا خپل لوی مبارزه د فساد پا مقابل دی. در همین حال مسئولان اداره مبارزه با فساد اداری خواستار تلاش بیشتر در مبارزه با این پدیده اند. ما از موضوع اداره مبارزه با فساد واقعا نمی خواهم که 100% تاکید کنم که در وزارت اقتصاد شفافیت وجود داره. وزارت اقتصاد مشکلات خود داره، مشخصا در بخش اینجا. اما برخی از اعضای مجلس نمایندگان در مورد وجود فساد چنین ابراز نظر می کنند. پارلمان در قسمت مبارزه با فساد اداری و نظارتش به نظر شخصی خودم ناکام است. در همین حال برخی از آگاهان می گویند ساختن راهکارهای مبارزه با فساد در چند سال گذشته زیاد سودمند نبوده. برای مبارزه با فساد اداری نیاز است تا مقامات ارشد حکومت گامهای صادقانه در مبارزه با این پدیده بردارند. توجه کنید به نرخ شماره سال خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 30 پول، یک یورو 75 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 86 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 639 افغانی. اکنون چند خبر ورزشی. اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور برای مساف با مالدیو و کامبودیا اعلام شد. در فاصله کمتر از دو هفته مانده به مساف دوستانه با مالدیو و دیدار با کامبودیا در مقدماتی جام ملت‌های آسیا، عصر امروز فدراسیون فوتبال اسامی 23 بازیکن دعوت شده به اردوگاه دبی را اعلام کردند. تنها تغییری که در این لیست دیده می شود دعوت مجدد بلال آرزو پس از 3 سال به تیم ملی و قیس برادر فیصل شایسته از لیگ ششم هالند است. همچنین میلاد سالم و مصطفی حدید به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم در این دو دیدار نخواهند بود. رئیس کرکت بورد افغانستان میگوید که دروازه ورزش بر روی هیچ کشور بستنی است و ورزش نباید قربانی سیاست شود. عاطف مشعل امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز کرد که برای پیشرفت کرکت کشور میخواهند با کشورهای درجه یک مسابقه داشته باشند و گفت در مورد بازی با پاکستان هیچ گونه توافق نشده و تنها صحبت‌های ابتدایی در این مورد صورت گرفته است. وی اضافه کرد که اگر با پاکستان بازی دو جانبه صورت گیرد، خود تیم آن کشور به کابل خواهد آمد و بعداً تیم کرکت افغانستان به پاکستان سفر می‌کند. مشعل گفت سفر اخیرش به دعوت پاکستان به آن کشور در مشورت با حکومت افغانستان صورت گرفته است. پاکستان تا سفر دا اول سفر نه دی کرکت بورد. مخکې هم ډیر داسې سفرونه سوي او ډیرې لوبې مو ترسره کړي په مختلفو کچو، خو دا اول ځل ده چې د پاکستان ملي لوبډله دې ته آماده کیږي چې افغانستان ته راشي، لوبې وکړي او همداشان دا سیریز چې کوم دوی سره په توافق به رسیږو په آینده کې دا بینلی سټیټس لري چې دا به د افغان لوبډلې د ظرفیت لوړولو او دوی د تمرین لپاره یو ښه فرصت وي، او دا لوبې به نه تنها موږ په همدې کې محدود ساتو، موږ کوشش
چې بنگلاديش تلاړ مون کوشش داد چې د سریلانکا ټیم سره لوبي ترتیب مون کوشش داد چې د هند سره لوبي ترتیب خبرې مو په دې ټول روان دي او په دغه منطقه کې چې کوم مون سره شاوخوا ملکونه دي د منطقې سره به مو د مون کرکټ دوام وکړي. بازیکنان تیم ملی فوتسال جوانان افغانستان به زودی به باشگاه های برتر آسیا می پیوندند. پس از درخشش تیم ملی جوانان فوتسال افغانستان در رقابت های قهرمانی جوانان زیر 20 سال آسیا، قهرمان تایلند، قهرمان عراق و یک باشگاه اماراتی خواهان به خدمت گرفتن بازیکنان تیم ملی فوتسال جوانان افغانستان شدند. مرتضی دانش گزارش می دهد. تیمی جوان و آینده دار که در افغانستان شاید بهایی کمتر به آنها داده شده است، ولی با درخشش در آسیا شکار باشگاه‌های طراز اول آسیا شدند. جواد و مرتضی حیدری به همراه حسین حسنزاده از سوی باشگاه نفت الاوسط عراق دعوت شدند. حسن علی جعفری به باشگاه البحری امارات پیوست و علی جعفری برای 3 ماه با چونبوری تایلند قهرمان آسیا قرارداد 3 ماه بست. همراهی بازیکنان ما در این مسابقات مهم، در این مسابقات بزرگ، استفاده از امکانات خوب از کلب‌ها، مقابله کردن با بزرگان فوتسال دنیا باعث میشه که تجربه خیلی خوبی از این مسابقات بیاندازن و با یک تجربه بیشتر از قبل و میدان دیدگی بیشتر انشاءالله بیاین باز در قالب تیم ملی و درخشش بهتری و افتخار آفرین بیشتری بر تیم ملی خود داشته باشن. از سوی هم بازیکنان تیم ملی فوتسال امیدوارند توجه بیشتر به این رشته شده تا زمینه حرفه‌ای شدن فوتسال در افغانستان فراهم شود. خدا را شکر می‌کنیم که برای بازی مقدمات آسیا رفتیم و تونستیم خودمون رو نشون بدیم که ما بازیکنان افغان برای کشورهای مثل همچین عراق و تایلند میتونیم برای باشگاهشون راحت بازی کنیم. فوتسال در یک دهه اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای در افغانستان داشته است که تا هنوز با مشکل عدم توجه مسئولین روبرو بوده و بهایی کمتر در داخل به این رشته ورزشی داده شده است. و اکنون وضعیت هوا. برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها با صفحه اینترنتی آریانا نیوز دات اف مراجعه کنید. از همراهیتون با مجموعه خبری این ساعت سپاسگزار هستیم. شبتون خوش. خدا نگهدار. خداحافظ.